طور که توی روزهای آخر سال به فکر خونه تکونی و خرید هستید، باید به دستگاه‌های هوشمندتون هم توجه کنید و رسیدگی به وضعیت اونا هم برای مرتب سازیشون مهم باشه براتون، چون که این وسایل جزء وسایل مهم زندگی شما محسوب میشن و سر و سامون دادن به اونها باید براتون مهم باشه. یه جورایی میخوایم بگیم یک وقتی بذارین برای خونه تکونی دستگاه‌های هوشمندتون. شاید این سوال واسهتون پیش بیاد که خونه تکونی دستگاه‌های هوشمند برای چی؟ خب قطعاً بعد از انجام این کار بهتر متوجه میشین که چقدر خونه تکونی این دستگاه‌ها مفیده، چون که سرعتشون بیشتر میشه و عملکرد بهتری هم خواهند داشت. اولین و مهمترین کار قطعاً کمتر خوردن شیرینی شکلات نیست. بررسی برنامه‌ها و اپلیکیشن‌هایی که روی دستگاه نصب کردیم. قطعا همه ما اپلیکیشن ها و برنامه هایی رو نصب کردیم که فقط یه بار ازشون استفاده کردیم و چون کاربردی نبوده دیگه سراغشون نرفتیم. خب پس بودنشون بیفایده است. بهتر حذفشون کنیم و حافظه بیشتری رو در گوشی آزاد بذاریم. یادتون نره که در کنار حذف برنامه ها و اپلیکیشن های بی استفاده، حافظه دستگاه هاتون هم از اطلاعات غیر ضروری پاک کنین. قطعا خونه تکونی سال نو بهانه خوبی برای پاکسازی حافظه دستگاه های شماست. خب برای حذف فایل ها و اطلاعات غیر ضروری هم توصیه میکنیم از نرم افزار سی کلینر استفاده کنید. توی سایت تواناتک در مورد نحوه نصب و استفاده این ابزار در یک ویدیوی آموزشی توضیحات کامل رو دادیم. سال نوتون مبارک. دوبار گفتم بهتون، حالا بازم بهتون بیشتر میگم. شما برای مرتب سازی کامپیوتر مک و افزایش سرعتش میتونید به این مطلب تواناتک برین و راههای پیشنهادی رو اجرا کنید. ما در تواناتک مقاله منتشر کردیم با عنوان چگونه عملکرد سیستم خود را افزایش دهیم. با مراجعه به سایت تواناتک میتونین از توصیه هایی که توی این مقاله کردیم برای افزایش سرعت و عملکرد سیستمتون استفاده کنین. یه مورد مهم دیگه که نیاز به خونه تکونی داره جیب کساییه که میخوان ایدی بدن. پسورداست. پسوردها رو یادتون نره. از نظر امنیتی ما همیشه توصیه کردیم پسوردها رو جدی بگیرین، رمز عبور رو همیشه عوض کنین، از گذاشتن پسوردهای معمولی و ساده هم خودداری کنین. این موضوع امنیت خودتون رو بالا میبره. یه نکته دیگه این که اگه تعداد زیادی حساب کاربری دارین و هنوز از هیچ برنامه‌ای برای ذخیره اونا استفاده نکردین، توی مقاله آموزشی که توی وبسایت تواناتک هست میتونین راجع به حذف و نگهداری رمزهای عبور بیشتر بدونین. خب حالا بریم سراغ خونه تکونی در تاریخچه جستجوی شما در موتور جستجوی گوگل. همتون از گوگل برای جستجو استفاده میکنین و ما هم همیشه توصیه کردیم برای افزایش امنیت و حفظ حریم خصوصیتون تاریخچه جستجوهای اکانت گوگل خودتون رو پاک کنین. در این مطلب مراحل حذف توضیح داده میشه. راستی اگه میخواین در مورد کلک‌های جستجو توی گوگل بیشتر بدونین، میتونین به ویدیوی توی سایت تواناتک مراجعه کنین. اگر هم تا حالا عیدو به من تبریک نگفتین، همین حالا برین کامنت بذارین و عیدو به من تبریک بگین. راستی یادتون نره فایل‌های موجود در ابرهای مجازی که استفاده می‌کنین رو هم سر و سامون بدین، چون که غالبا همه از نسخه رایگان این ابرها استفاده می‌کنن و اونها هم محدودیت فضا دارن. پس با خونه تکونی فایل‌های موجود در ابرهای مجازی فضای بیشتری رو برای ذخیره‌سازی فایل‌های جدید ایجاد می‌کنین. در مورد دو فضای ذخیره سازی ابری دراپ باکس و گوگل درایو میتونید این ویدیوهای آموزشی رو در سایت تواناتک ببینین که کلیه تنظیمات و موارد امنیتی رو برای شما در اونجا توضیح دادیم. اگه سحر چشاش اشکیه زیاد خندیده، گریه نکرده. حالا با انجام دادن این کارا تقریبا نصف خونه تکونی تموم شد. حالا باید بریم سراغ خونه تکونی شبکه‌های اجتماعی که روزانه وقت زیادی رو تو این شبکه‌ها می‌گذرونیم. اول و مهمترین شبکه پرطرفدار اجتماعی که میخوایم بهش بپردازیم فیسبوکه. خب یک سر به تنظیمات فیسبوک بزنین، همه مواردی که تو این درس‌ها بهش اشاره کردیم و توی سایت هست رو انجام بدین که خیالتون از امنیت فیسبوک راحت باشه. حالا بریم سراغ اپلیکیشن های ارتباطی و پیام رسان که این روزها پرکاربردترینشون تلگرامه. تلگرام هم نیاز به خونه تکونی داره. حتما باید برین و کش تلگرام رو برای افزایش سرعت و عملکردش پاک کنین و تنظیمات امنیتی این اپلیکیشن رو طبق آموزش هایی که در درس های تلگرام دادیم تنظیم کنین تا نگران هک شدن و ناامنی در تلگرام نباشین.
راستی یادتون نره تلگرام تواناتک رو برای خوندن مطالب روز در خصوص تکنولوژی و موارد آموزشی دنبال کنین و عضو کانال تلگرام ما بشین. تا یادم نرفته اینو بهتون بگم، شاید بخواید بدونین کدوم اپلیکیشن ارتباطی برای استفاده بهتر و امن‌تره. اونم ما به شما جواب میدیم. توی این مقاله تک تک اپلیکیشن‌های ارتباطی رو بررسی کردیم و برترین‌ها رو به شما معرفی کردیم. الان که خونه تکونی در حال تموم شدنه و فایل ها و اپلیکیشن ها رو سر و سامون دادیم، بشینیم بعد... یه چایی بخوریم، ریلکس کنیم، آروم. اجازه میدی؟ بفرمایید. شاید بد نباشه وقتی کارتون تموم شد یه نسخه پشتیبانی از فایل ها و اپلیکیشن های موجود روی دستگاه خودتون هم تهیه کنین، چون که بعضی از مواقع ما با یه اتفاق کوچیک کلیه اطلاعات موجود در دستگاهمون رو ممکنه از دست بدیم و بدون داشتن نسخه پشتیبان امکان بازیابی اونها غیر ممکنه. در این مقاله اپلیکیشن های برتر پشتیبانگیری رو به شما معرفی کردیم. یه نکته دیگه، شاید تو ایام عید زیاد بیرون برید و بخواید از وای فای عمومی استفاده کنید. توصیه میکنیم به نکاتی که توی این مقاله بهشون اشاره کردیم دقت کنید. راستی یه مورد مهم دیگه باقی موند، آنتی ویروس. آنتی ویروس دستگاه هوشمند خودتون رو کنترل کنیم و ببینیم به روز رسانی میشه و فعال یا نه. تواناتک توصیه میکنه از آنتی ویروس اوست استفاده کنین. در این خصوص این ویدیو آموزشی رو ببینین و همینطور این مقاله آموزشی که در خصوص آنتی ویروس، فایروال و تروجان هست رو هم بخونید. شاید بخواین یه خونه تکونی اساسی کنین و لپتاپا و تبلت خودتون رو عوض کنین و دستگاه جدید بخرین. مبارک باشه. اگه این کارو می‌خواید بکنین، توصیه می‌کنیم قبل از خرید از این مقاله‌های آموزشی کمک بگیرید.